بینندگان عزیز کانال جدید با سلام گرم به شما، امیدوارم اوقات خوبی داشته باشین. برنامه امروز ما در مورد حقوق بازنشستگان و سالمندان هست. این از جمله سلسله برنامه‌های در مورد برنامه یک دنیای بهتر، برنامه حزب کمونیست کارگری. چند برنامه دیگر رو تا به حال در مورد برنامه یک دنیای بهتر پخش کردیم و این یکی دیگه از برنامه‌هاست که اختصاص داره به مسئله سالمندان و بازنشستگان. در طول برنامه من مقدمه کوتاهی میگم، صحبتی داریم با فاضل نادری و بعد میریم سراغ نکات دیگه ای از این برنامه. کلن جدال بسیار بزرگی در ایران بر سر مسئله بازنشستگی و حقوق و مسائل مربوط به سالمندان وجود داره. از یک طرف بازنشسته ها و سالمندا باید برای ساده ترین حقوقشون، ساده ترین نیازهای زندگیشون بجنگن، مبارزه بکنن، اعتراض بکنن، برای چندرغاز حقوقشون تجمع بکنن، اعتراض بکنن، و از یه طرف دیگه دولت، کارفرماها مدام مشغول کلاهبرداری هستند. سازمانی به اسم سازمان تأمین اجتماعی درست کردن که اساسا شده یه مؤسسه‌ای برای سود و سرمایه بیشتر واسه یه قشر توفیلی و انگلی که بالای این سازمان نشستن، و مؤسسه شده واسه کلن کلاهبرداری از کارگرها. و این وضعیتیه که بازنشسته ها دارن. بازنشسته ها با دستمزد بسیار پایینی که کفاف هیچ چیزشون رو در واقع نمیده باید زندگی کنن، منتها برای همونم، برای همون چندرغازم که سر وقت داده بشه باید مدام اعتراض بکنن. بازنشسته ها و سالمندا کلن تو این سن و سال احتیاج به دوا و درمان بیشتری معمولا دارن و وضع دوا و درمان میدونیم در ایران با چه فاجعه روبرو هست و چه مشکلات عدیده‌ای در واقع دارن. و بعد از 30 سال، 40 سال کار و تلاش شبانه روزی که باید 30-40 سال بعد از دوره بازنشستگیشون رو بتونن با فراغ بال زندگی کنن، بتونن تفریح کنن، استراحت کنن، آرامش داشته باشن یا خلاقیتی تو زندگیشون نشون بدن، چیزایی که نتونستن در طول دوره اشتغال انجام بدن و دنبالش برن، مسافرت برن، تفریح برن، آموزش موسیقی برن، آموزش زبان برن یا هر کاری که مایل هستن بکنن، ولی با بدترین شرایط اونا باید برای ساده ترین نیازهای زندگیشون تازه وارد یه مبارزه بزرگ و جدالی بشن با حکومت، ارگانهای حکومتی و کلن کارفرماهایی که تو طول دوره اشتغالشون با ندادن، پرداخت نکردن حق بیمه کارگرا اونا رو دچار مشکل کردن. اما اجازه بدین بریم سراغ دوست عزیزمون فاضل نادری از سوئد، ببینیم شرایط در سوئد چطور هست، مقایسه بکنیم شرایط کلن کشورهای اروپایی و سایر کشورها با ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی. فکر میکنم فاضل نادری رو خط داریم. فاضل نادری اگه صدای منو دارین خیلی خوش اومدین به برنامه. مرسی، من صدای شما رو دارم. منم با برای شما و بینندگان این برنامه سلام میکنم. خوشحالم که از من خواستین در این مورد اطلاعاتی از وضع مزایا و حقوق بازنشستگی در کشور سوئد را به اطلاع شما و بینندگان برسونم. بله خیلی ممنون. شما خودتون شرایط دشواری که مردم ایران دارن و کلن بازنشسته ها دارن، سالمندا دارن، باش آشنا هستین و در این حال سالهای طولانی در سوئد زندگی کردین، شهروند جامعه کشور سوئد هستین. اگه بخواین مقایسه ای بکنین امکانات رو و کلن امکاناتی که در سوئد وجود داره واسه بازنشسته ها، تسهیلاتی که وجود داره واسه شون، در این زمینه توضیحتون چیه؟ باشه چشم. اول یه جمله بگم که شرایط بازنشستگی و حقوق و مزایایی که در کشور سوئد و بسیاری از کشورهای اروپایی وجود داره با کشور ایران نمیشه مقایسه کرد. ولی بذارید بگم که توی این 100 سال اخیر، در واقع همین امسال 100 سال میشه که با حقوق و مزایای بازنشستگی در کشور سوئد شروع شد. در سالهای 1930، 1946، 1957 و 1999 تغییر و تحولاتی صورت گرفت که به نحو احسن به سود بازنشستگان شده. خودتون میدونید کسانی که اینجا هر جامعه بازنشست میشن از حقوق و مزایای کافی و درخور اعتمادی نیستن. کسانی که توی سوئد کار کردن، کار طولانی کردن، درآمدشون بالا بود و به دولت مالیات دادن، طبعا
حقوق و درآمد بازنشستگیشون خوبه. یعنی در سال 1957 یک قانون تصویب شد، دولت سوئد اون موقع تصویب شد، که البته پیشینش برمیگرده به درخواست مردم و اعتراضات عمومی و اجتماعی به ویژه تحت تاثیر نیروهای چپ و نیروهای سوسیال دموکراتی که تو این جامعه بودن. دریافت حقوق بازنشستگی در کشور سوئد یک چیز اجباری شد، چه اونایی که کار کردن، درآمد داشتن، مالیات دادن، از حقوق بازنشستگی بهره مند میشن، چه اونایی که هیچ کاری هم نکردن، هیچ درآمدی هم نداشتن، حتی خارجی هایی که به این کشور میان، یک درآمد پایه‌ای و حداقلی به عنوان بازنشستگی به همه اینا تعلق میگیره. منتها درآمد بازنشستگی برای همه انسان ها تو این جامعه یکسان نیست. اونایی که کار کردن، گفتن درآمد داشتن، مالیات دادن، حقوق بازنشستگی اون بیشتره، ولی اونایی که نکردن، برای اونا تأمین امکانات بازنشستگی میدن. منتها اگر حقوق و درآمد بازنشستگیشون کافی نیست و این انسان ها همچنان تحت مزایق و دشواری های هستن، دولت برای اینا امکانات جانبی درست کرده که میده. از این امکانات جانبی اینه که برای اینا کمک به هزینه مسکن میده، یا مثلا یه کارت بازنشستگی دارن که به اینا تخفیفاتی، فرض کنید توی کارت اتوبوس میخوان بخرن، کارت قطار میخوان بخرن، میخوان برن سینما، تئاتر، استخر، توی تمام این چیزها تخفیفاتی به اینا تعلق میگیره. اگر چنانچه کسی که چه تنها مجرده یا احیانا متأهله توی خونه خودش نمیتونه از حداقل امکاناتی هم که در دستش تأمین بشه، خونه های سالمندانی وجود داره که اینا رو میبرن توی خونه های سالمندان نگهداری میکنن. خونه های سالمندانی که پرستاری وجود داره و 24 ساعت برای اینا از نظر مواد غذایی و احتیاجات اینا، حتی اوقات فراغت اینا براشون تهیه میکنن که تأمین میشن. یعنی به طور کلی یک نفر که توی این جامعه بازنشست میشه از یک حقوق و مزایای برخوردار تأمین مثل جامعه ایران و یا جوامع نظیره تحمیل به خانواده و فرزندان و فلانش نمیشه. یعنی یک خانواده، یک بازنشسته در اینجا به حداقل نیازش تأمینه. به قول شما که الان گفتین، در هنگام بازنشستگی میتونه امکان اینو داره که به خیلی از کار و نیازهایی که در دوره کار شاغل بودن نرسیده به اینا بپردازه. یه سوالی که دارم اینه که کلا در مورد امکانات دوا و درمان، بیمه های درمانی، آیا کلا بازنشستگان سوئد، سالمندان سوئد، امکان معالجه خودشون، بستری شدن تو بیمارستان، عمل، عکس برداری، آزمایشات مختلف، تهیه دارو، با مشکلاتی آیا مواجه هستن یا تسهیلاتی براشون وجود داره؟ طبعا تسهیلاتی وجود داره. اولا کسی که هیچ بازنشستی اینجا از پرداخت تمام هزینه‌ای که شما ذکر کردین معاف نیست، یعنی دارو، درمان، ملاقات دکتر اینا پولیه، منتها تخفیفایی داره. ولی اگر کسی احتیاجی به عمل جراحی یا از این قبیل چیزایی داشته باشه، فقط تا فقط حداقل پول صبحانه و نهار و شام که این ناچیزیه، ولی عمل جراحی که فرض کن سکته قلبی کرده، عمل قلب باز انجام میدن که صدها هزار، حتی میلیون ها هزار کرون خرجشه، اینجا مجانیه، به کسی پولی تعلق، از این بابت پولی پرداخت نمی کنه. ولی مسئله جالب اینه که کسی که بازنشسته و مشکلاتی زندگی داره در خونش، تا اونجایی که به خونه سالمندان نخواسته بره، خودش توی میخواد سعی کنه خودش روی پای خودش واسه، نیروهای دولت از در واقع از شهرداری کمونها و محلال گرفته تا انجمنهای شهر کارمندای سیاری داره که میفرسته توی خونه، بینا رسیدگی میکنن، از قبیل پخت و پز خونه، نظافت خونه، حتی حموم کردنشون، خرید مایحتاج عمومی، تمام این سرویس ها رو میده. ولی کسی که در خونه خودش به این امکانات هم نمیتونه خودش رو تأمین میکنه، احتیاج به چیز داره، میره توی خونه سالمندان. یعنی از این نظر هیچ سالمندی، حتی ناتوان و
کاملا با حداقل درآمد باشه توی خیابونا بی جا و بی مکان و اینا نیست که از گشنگی یا از جنم بی کس و کاری از بین ببره بره. یه سوالی که دارم اینه که شما اشاره کردین به اینکه پیشینه این برمیگرده به مبارزاتی که کارگرها، سوسیالیستا، نیروهای چپ تو این جامعه کردن برای این امکانات، و اخیرا هم اطلاع دارم که تظاهراتی در شهرهای مد در 10 شهر سوئد بود در مقابل دولت که میخواد بعضی از این خدمات کلا تامین اجتماعی مربوط به بازنشستگی و خیلی از این امکاناتو داره کمتر میکنه. اعتراضات بزرگی در شهرهای مختلف بود و تو این زمینه فیلمی است که حتما امیدوارم از اتاق فرمان نشون بدم. بازنشستگی رو میخواد بالا ببره که تا حالا موفق نشده، بلکه باور نکردنیه. یک بازنشستی که الان حقوق بازنشستگی میگیره، به حقوق بازنشستگی باید مالیات داد مثل هر شاغل و هر کارمندی. در مالیاتی که یک بازنشست الان پرداخت میکنه از درآمد چی؟ از مالیات یک شاغل بیشتره. به همین دلیل مردم ریختن تو خیابونا، اعتراض کردن، نهادها و ارگانهای به شدت علیه این مبارزه کردن و تمام تلاششون رو میکنن. میگم حتی نهادها و انسانهای انسان دوستی هست که از حمایت از اینها داره می نویستن، سایت دارن، 5 سازمان و نهاد بازنشستگی داریم مثل اتحادیه‌ها و از اینایی که توی ایران هستش. اینجا نمیدونم بازنشست ها دارن در ایران یا نه، ولی اینجا میرن اینا سایت دارن، تمام اطلاعات اعتراضاتشون رو میگرفتن. اخیراً توی همین سالهای اخیر یکی از دستندرکاران اینا یک تومار به اصطلاح پتیشونی نوشته، حدود 3000 امضا جمع کرده، اینا فرستادن به دولت. تیتر این تومار اینه: سیاست مدارا و دولت باید به حرف ما گوش بده، ماها رو باید بپذیرن، این همه فشار روی ما نباشه. یعنی میخوام بگم که توی این 100 سال اخیر علی‌رغم تمام اون جنبه های مثبتی که من بهتون توضیح دادم تحقق گرفته برای بازنشسته ها، ولی دولت سرمایه‌داری از این زاویه هم میخواد از قبل اینا بدن. مخصوصا این خونه های سالمندان که این یه جمله یادم رفت اضافه کنم، اینا قبلا دولتی بود که خیلی خیلی کاربرد و خدمات و سرویسی که میدادن بهتر بود. الان اینا را فروختن و سپردن به مؤسسات خصوصی. اینا در واقع کارشون یک کار انسان دوستی نیست، بیشتر برای صرفه‌جویی و سوداگریه که اینجا اتفاقاتی افتاده که حتی برخن متوجه شدن که 5 روز فلان
پیرزن و یا پلان پیرمردی توی خونش مرده اصلا با خبر نشدن. یعنی سرویس ها و خدماتی که گذشته بود خود مردم این جامعه در اثر همون امکانات سوسیالیستی، اجتماعی و کمونیستی به وجود آورده بودن، الان این دولت دستراسی سرمایه‌داری همه اینا رو کاهش داده، نمیتونه کمپلت از بین ببره. ولی میخوام بگم که این مزایق و دشواری‌هایی که برای این قشر جامعه وجود داره داره و پیش میره، ولی مردم به شدت مبارزه میکنن علیه تمام این تنگدستی ها و مزایقی که دولت برایشون تکلیف کرده مبارزه میکنن. خیلی متشکرم فاضل عزیز از توضیحاتتون، امیدوارم تو برنامه های دیگه باز هم شما رو داشته باشیم. همینطور موفق باشیم با امید دیدار دیگه. متشکرم. بله، فاضل نادری توضیحاتی دادن در مورد شرایط سوئد، تسهیلاتی که وجود داره و همینطور نارضایتی که مردم وجود دارن و جدالی که بین مردم زحمتکش، توده اهالی کشور با دولت، سرمایه‌دارا و قشر مفقر حاکم. طبعا در ایران این جدال به شکل بسیار سختری ادامه داره، چون امکانات زندگی مردم مطلقاً قابل مقایسه با سوئد و سایر کشورهای اروپایی نیست. منتها بگذارین بعضی از نکاتی که فاضل نادری گفت و مقایسه بعضی از کشورهای دیگر رو من چند مثال بزنم. ببینین اینجا در فرزن انگلستان که در طول 30 سال گذشته در واقع یا بیش از 30 سال از دولت تاچر که اومد به این ور، مدام امکاناتی که در طول سالیان دراز مردم مبارزه کرده بودند و تسهیلاتی گرفته بودند، مدام این امکانات رو کم کردند. با این حال همین الان علاوه بر اینکه طب اینجا در انگلستان تماما واسه بازنشسته ها رایگان هست، از دوا و درمان و بیمارستان، و حتی فاضل اشاره کرد که در سوئد اگه شما یک ماه در بستری بشین، عمل داشته باشین، پول غذا رو روزی مثلا حدود 10 یورو از شما میگیرن. ولی در انگلستان همین هم نیست و تماما رایگان هست و هر سال به عنوان مثال شما سنتون از 60 به بالا که شد، چه بازنشست باشین چه نباشین، سالانه حدود 200 تا 300 پوند، یعنی مثلا حدود 400 500 دلار ماهی، 40 دلار 50 دلار بابت سوخت زمستون به شما هزینه تعلق میگیره به عنوان مثال. یا امکانات ترانسپورت رایگان هست، ترانسپورت درون شهری واسه رفتن به بیمارستان اومدن رایگان هست، و اگه سنتون زیاد باشه، مشکلات جسمی داشته باشین، احتیاج به کمک داشته باشین برای اینکه برین سوار اتوبوس بشین برین بیمارستان برگردین، مینیبوس ها و ماشین های ویژه‌ای وجود داره که امکانات و تسهیلاتی فراهم کردن که شما راحت با همون، اگر ویلچر هستین، رو چرخ هم هستین، راحت بتونن خود پرسنلی که کارمندانی که همراه اون مینیبوس مربوطه هستن بیان سوارتون کنن، ببرن بیارن. اگه استخ میخوان برین، امکانات هزینه نصف قیمت به عنوان مثال میشه، و کلن کلوب ها و امکاناتی وجود داره که در محل میتونین بقیه کسانی که اونجا هستن ملاقات کنین، دوست بشین، تفریح کنین، استراحتی کنین. زنان و مردانی هستن که مجرد هستن به عنوان مثال، تو این جا با هم دوست میشن، امکان زندگی مشترک رو فراهم میکنن، مسافرت های دست جمعی، تورهای دست جمعی براشون سازمان میدن. و از این مثال ها یا امکانات به عنوان مثال دندان پزشکی که تو این سن معمولا بیشتر میشه، مشکلات مربوط به دندان پزشکی رایگان هست در انگلستان، که انگلستان نمونه بدش هست. در آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و خیلی از کشورهای دیگه هم امکانات تفاوت داره، بعضی جا یه جنبه‌ای بهتره یه جنبه‌ای بدتره، ولی کلا این خاصم با این مثالایی که در واقع زدم. در کوبا طبعا از یه نظری بسیار امکانات پیشرفته تری از پزشکی در تمام دوران زندگی برای همه مردم در سطح بسیار بالایی به عنوان مثال رایگانه که بخشی از هزینه مردم رو تشکیل میده. در کشور اروپایی هیچ سالمندی به خاطر سالمند بودن یا هیچ بازنشسته، علارغم اینکه سطح درآمد طبقاتی این جامعه، سرمایه‌دارا درآمد خیلی بیشتری دارن تو سن بازنشستگیشون و کارگرا درآمد پایین‌تری دارن، مونتا کسی بیخانه نمیشه، کسی امکانات گرمایی و تهویه‌ای به عنوان مثال مشکل این تیپی تو خونش نداره، ولی خب کارگر توی خونه دو اتاق زندگی میکنه و سرمایه داشت تو قصر زندگی میکنه. این اختلافات طبقاتی اینجا طبعا بیداد میکنه، ولی حداقل ها رو مردم به دست آوردن و این جدال همچنان ادامه داره.
اما در ایران جمهوری اسلامی 87,000 به عنوان یک مثال کارگران فولاد در اصفهان، در شهرهای مختلف استان کرمان، در خراسان، در یزد باید بجنگن. دائم خبراشو اینجا زیاد پخش کردیم، باید بجنگن، راهبندون کنن، تجمع کنن، میتینگ بذارن تا بتونن حقوق معوقه شونو بگیرن. حقوقی که تازه موقعی که میگیرن، هر ماه که میگیرن به درد 5 روز زندگیشون نمیخوره. کلن نحوه برخورد یک جامعه با بازنشسته ها و سالمندا که 30 سال 40 سال کار کردن، تلاش کردن، تولید کردن، امکانات زندگی و تسهیلاتی رو برای بقیه مردم فراهم کردن، نحوه برخوردی که به اینا میشه نشون میده که تا چقدر اون جامعه معیارهای انسانی برش حاکمه یا غیر انسانی. تو ایران انگار بازنشسته ها انگار نیروی اضافی هستن، انگار موجود اضافی هستن. جمهوری اسلامی این رفتار باشون داره. کارفرماها بیمه درمانی کارگرا رد نمیکنن و قرار طبق قانون بعد از 10 سال بیمه درمانی که شما بدین، امکانات کلن بیمه ای که پرداخت میکنین در طول شغلتون، در طول کارتون، بتونین از بیمه های بازنشستگی برخوردار باشین. ولی اون کارفرما زرنگی کرده، خورده، چند سال اون 20% سهمو نداده. اون 20%ی که از حاصل استثمار خود کارگر در واقع میگیره، کارگر بیچاره اون 7% رو داده، ولی کارفرما اون سهم خودشو نداده و کارگر میبینه بعد از تازه 15 سال 20 سال هنوز کار کرده ولی به اندازه 10 سال بیمه از طرف کارفرما بازنشست نشده. اینا چیزایی که هر روز خبر رسانه‌های تازه حکومتی. سازمانی درست کردن به اسم تامینات اجتماعی که آمار دزدی‌هایی که به ویژه از دوره مرتضی بالا بعد بیشتر شده، قبلش هم بوده بعدش هم هست، 1 میلیارد تومان، 1,200,000,000 دلار ببخشید دلار، اینا گوشه‌هایی از دزدی‌ها و سوء استفاده‌هایی بوده که تو این سازمان کردن. 40% از کارگرا، عمدتاً کارگرای مشاغل کوچیک، کارگاه‌ها و کشاورزی، اینا اصلا امکانات بازنشستگی ندارن. زنا به طور کلی، زنای خانه‌دار که 30 سال 40 سال 50 سال کار می‌کنن تو خونه، بچه بزرگ میکنن، آشپزی میکنن، تمیز میکنن، نظافت میکنن، خرید میکنن، یه کار تمام وقت در واقع دارن که مطلقاً آدم به حساب نمیان طبق قوانین جمهوری اسلامی که امکانات بازنشستگی کلن داشته باشن. اینا گوشه ای از در واقع شرایطیه که مردم ایران باش مواجه هستن و کلن نشون میده بازنشستگی که همینجور که توضیح دادم، بعد از 30 سال کار، 55 سالشه، 60 سالشه، 65 سالشه، تازه باید بتونه 30 سال زنده است، هنوز بعد 40 سال زنده است، یعنی بخشی از عمرشو در واقع باید بتونه استفاده مفید بکنه، باید بتونه خلاقیت‌های خودشو، شرایطی باید براش فراهم بشه که بتونه خلاقیت‌های خودشو نشون بده. ممکنه بخواد کلاس آموزش هنر بره، کلاس آموزش نقاشی بره، ممکنه بخواد بره تئاتر یاد بگیره، میخواد بره موسیقی یاد بگیره، میخواد بره تفریح، میخواد بره کشورهایی که ندیده رو تازه پاشه، وقت داره بره بگرده. به این امکانات حقش، حق انسان است، حق بازنشسته است که بتونن از این امکانات استفاده کنن. این چیزایی که میگم مردم ایران که با یه واقعا جهنمی رو طبقه مفتخور سرمایه‌دار، اقلیت انگل سرمایه‌دار و دولت اسلامیشون برای مردم فراهم کردن، مردم ممکنه حتی شدنی ندونن، باور کردنی ندونن که میتونه جامعه اینجوری باشه، ولی همینجور که اشاره کردم در کشور اروپایی علارغم اینکه اینجا سرمایه‌داری حاکم است، ولی به یمن مبارزه بخشی از این دستاوردها حاصل شده و خود این نشون میده که با مبارزه میشه تمام حقوقمون از دست اینا بگیریم، از حلقومشون، حقوقمون از حلقومشون بیرون بکشیم و بتونیم زندگی انسانی تری داشته باشیم. اما چند دقیقه که پایان این بخش برنامه باقی مونده، اجازه بدین برم سراغ برنامه یک دنیای بهتر، برنامه حزب کمونیست کارگری، و چند نکته رو در مورد بازنشسته‌ها و سالمندا بگم. یکی از بندهای مربوطه از سن بازنشستگی که برای زنان و مردان گفته باید 55 سال باشه یا پس از 25 سال سابقه کار. هیچ دلیل نداره 30 سال 40 سال شما کار کنین، اسارتتون رو بکشن که موقعی بازنشسته شدین دیگه نای راه رفتن نداشته باشین، و 18 سال در کارهای سخت و زیان‌آور. پرداخت حقوق بازنشستگی باید معادل بالاترین حقوق دریافتی در دوره اشتغالتون باشه و همینطور مدام
افزایش پیدا بکنه با سطح افزایش کلا هزینه ها و سطح استاندارد های زندگی، باید استاندارد زندگی شما بالا بره. کلا باید بازنشستگی بر سیستم برنامه در واقع یک دنیای بهتر مطالباتش بر اساس آخرین دستاوردهای جامعه بشری هست، از اینجا گرفته منتها داره بسیار گسترده ترش میکنه، چون میگه حق بشر است و حق مردم است. یک بند دیگه اختصاص داره به مسئله کارگران و کلا کسانی که صدمات ناشی از کار میبینن، توانایی کار کردن از دست میدن، میگه باید پرداخت حقوق کامل بازنشستگی به اونا داده بشه که ناتوان هستن از کار. و میدونین که در سال چند هزار نفر در ایران شامل این بند میشن و جمهوری اسلامی بیرحمانه اونا رو ول میکنه یا با حداقل امکانات در واقع اونا رو رها میکنه. یک مسئله دیگه در مورد طب هست که طبق برنامه ما همینطور گفتم در اروپا 70-80-90% طب رایگان هست و باید 100% رایگان بشه. این یک حق مردم هست و به ویژه در سنین بالا که احتیاج بیشتری به دوا و درمان هست، باید طب رایگان و مناسب در اختیار همه باشه و بتونن معاینات دائم و واکسیناسیون و تمام امکاناتی که لازم است. همینطور در زمینه مسکن، اولا هیچ 10% درآمد فرد مسکن، هزینه مسکن نباید بیشتر از 10% درآمد باشه. دوم اینکه نداشتن مسکن یا نداشتن یه مسکن با استاندارد خوب باید غیر قانونی اعلام بشه و دولت موظفه که اینا رو تامین بکنه. همینطور در مورد تسهیلات لازم برای شرکت فعال کسانی که معلول میشن، باز معمولا تو سنین بالا بیشتر هست، که بتونن تو محلاتشون، تو محلات مسکونی مجتمع ها امکاناتی داشته باشن برای تسهیلات زندگیشون. و همینطور بهبود کیفیت زندگی سالمندان با خدماتی که براشون فراهم میشه، ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای شرکت فعال و خلاق سالمندان در زندگی اجتماعی. اینا گوشه‌ای از مطالباتی خواستایی که برنامه یک دنیای بهتر در مورد سالمندان و بازنشستگان فراهم کرده. هر بند در واقع برنامه یک دنیای بهتر باید حولش جنبشی را انداخت، باید اعتراضی سازمان داد، باید اتحاد ایجاد کرد، باید دورش جمع شد و برای این حقوق جنگید. همچنان دیدیم در اروپا مردم جنگیدن و بخشی از مطالباتشون رو از حلقوم سرمایه‌دار و طبقه حاکم کشیدن بیرون. در ایران هم این جدال باید با تمام قوا ادامه پیدا بکنه.